به نام خدا، سلام و درود خدمت دانشجویان عزیز. جلسه پنجم از آموزش سالیورس رو با هم داریم. در این جلسه به فضای دروینگ در سالیورس میپردازم و به شما آموزش میدم که چجوری از قطعه یا مونتاژی که تهیه کردیم یک نقشه دوبعدی رو داشته باشه. خب برای این کار من ابتدا یک فایل رو که از قبل ساخته بودم باز میکنم براتون. دو حالت داره، یا فایل رو باز دارید و میتونید از منوی نیو Make Drawing from Part Assembly رو انتخاب بکنید و از این طریق یک نقشه دو بعدی داشته باشین، یا اینکه یک فایل جدید دروینگ ایجاد بکنید و از این طریق قطعتون رو وارد فضا بکنید و این کار رو انجام بدید. حالا وقتی ما دروینگ رو ایجاد می‌کنیم، این صفحه، این منو برای ما باز میشه که از ما میخواد نوع صفحه‌مون رو انتخاب بکنیم. نوع صفحه‌ای که میخوایم روش نقشه ایجاد بشه رو انتخاب بکنیم که از صفحه‌های مختلف تشکیل شد. اگر من این Only Show Standard Format رو بردارم، کاغذ‌هایی که استاندارد نیست رو هم به من نشون میده. من این رو میذارم باشه که فقط کاغذ استاندارد رو به من نشون بده. کاغذ A4 به حالت پورتریت داریم، لندسکیپ هم داریم و من این دکمه دیسپلی شیت فرمت رو میذارم باشه که اینجا پایین صفحه گوشه سمت راست مشخصات قطعه یا مونتاژم رو بتونم توش وارد کنم. بعضیاش هم خودش وارد کرده. از این بخش هم میتونم خودم سایز صفحه مورد نظر خودم رو انتخاب بکنم. من میذارم روی همون A4 باشه، دیسپلی فرمت هم باشه، اینجا سایزش رو هم زده. اوکی رو که میزنم، اینجا کاغذ رو برای من ایجاد میکنه و اینجا ویژگی های قطعه و مونتاژم رو میتونم وارد کنم. اسمش رو نوشته Draw 1 و نوع صفحه هم A4 اینجا مشخص کرده. دیگه ویژگی ها رو بعدا من براش وارد میکنم. خب اینجا چون قطعه من یا مونتاژ من باز بود، برای من اینجا آورد و نشون داد که تو این قطعه رو میخوای وارد نقشه بکنی. خب من میگم که آره، بذار من این مونتاژ رو وارد بکنم. خب برای اینکه بریم توی بخش تنظیمات، کافیه این فلش سمت راست رو بزنیم. قطعه انتخاب شد، مونتاژ انتخاب شد، الان میخواد اینجا وارد نقشه‌ام بشه. قبل از اینکه انتخاب بکنم و کلیک بکنم که نقشه رو ایجاد بکنه، اینجا ببینید میتونید انتخاب بکنید که من این چه تصویری و چه نمایی از قطعه‌مو میخوام وارد بکنم الان در حال حاضر. خب از اینجا میتونید انتخاب بکنید. فقط من قبل از اینکه این کارو بکنم، یه دکمه پریویو داره که به من نشون میده که الان چی میخواد وارد صفحه بشه. من پریویو رو میزنم، بعد میتونم نمای روبرو، الان نمای روبروه، نمای پایین، نمای تاپ، بالا و چپ و راست و پشت رو وارد کنم و حتی نمای ایزومتریک رو میتونم وارد کنم. حالا من از نمای ایزومتریک حالت مونتاژ رو میخوام وارد کنم. این دکمه Create Multiple Views رو دارم، اگه بزنم میتونم چند تا از نماها رو با هم وارد بکنم.
من حالا فرانت رو میزنم، بذار فرانت رو بذارم. بعد نمای ایزومتریکش رو هم بالا وقتی میکشم خودش نمای ایزومتریک رو برای من ایجاد میکنه. نمای بالاش رو هم نمیخوام، همین کافیه. تیک رو میزنم و اینها رو جابجا میکنم به گونه ای که برای من وضعیت مناسبی رو داشته باشه. خب من قبل از اینکه کلیک کنم باید به شما میگفتم که ببینید وقتی قبل از اینکه کلیک کنم آپشن های دیگه هم در اختیار ما قرار میده. مثلا اینکه تصویری که من الان دارم، نمایی که من دارم، آیا لبه های ندید رو نشون بده یا نه، یا اصلا حالت گرافیکیش رو به من نشون بده یا نه. و من چیکار میکنم؟ میگم که صرفا نمای ایزومتریکش رو میخوام حالت گرافیکی داشته باشم و نمای روبرو رو حالت با خطهای لبه ها رو داشته باشم. بعد نوع کیفیت کار رو میتونید انتخاب بکنید، با کیفیت باشه یا کیفیت متوسط باشه. اسکیلی که انتخاب شده 1:5، ببینید اینجا هم برای ما نوشته 1:5 و میتونید از اینجا اسکیل رو تغییر بدین و ویژگی های دیگه‌ای که حالا بهش نمی‌پردازم دیگه. اینجا من اوکی میکنم و این نمای دو بعدی و نقشه کار ما برای ما ایجاد شد. حالا میخوام قطعه های این مونتاژ رو وارد کنم چون اونها هم برای کار ما نیازه. میام از اینجا براوز میکنم، فایل پیست رو انتخاب میکنم. اینها رو از جلسه قبل داریم. خب اینجا من قطعه رو انتخاب میکنم، سمت راست و بالا. خب یه نکته ای رو بگم، الان قطعه ای که من انتخاب کردم و داره تصویرهاش براش ایجاد میشه، ببینیم در چه فرجه ای هست. من پراپرتیز رو میزنم، بله در فرجه 3 هست. ما فرجه 1 رو میخوام چون در ایران و کشورهای اروپایی و ایزو فرجه 1 استفاده میشه و از اینجا شما میتونستین فرجه 3 و 1 رو تغییر بدید. خب من حالا فرجه 1 رو انتخاب میکنم و اینها الان همه فرجه 1 هستن. تصویر از روبرو، تصویر از بالا پایینش و تصویر از چپ سمت راستش ایجاد شد. یه قطعه دیگه هم دارم که کلن کار تموم میشه اگه اونو وارد کنم. سیلیندر هست، قطعه نما از چپ و نما از بالا رو اینجا وارد میکنم. پس مونتاژم رو وارد کردم و قطعه های مونتاژم رو هم وارد کردم. ببینید اگر من روی اینها دوباره کلیک کنم میتونم موردشون رو عوض کنم، مثلا این رو حالت لبدید یا گرافیکی تغییر بدم و ویژگی هاشون رو عوض کنم. حالا من وقتی میام مثلا تو یکی از نماها نمای روبرو رو جابجا میکنم، دقت بکنید نماهای دیگه نسبت بهش خودشون رو تنظیم میکنن. حالا اگه بخوام همشون با هم جابجا بشن، کافیه شیفت رو بگیرم همشون با هم
جابجا میشن با گرفتن یه دونه ستایش با هم جابجا میشه. یا اینجا مثلا من میتونم با گرفتن شیفت همه رو جابجا. پس شیفت این کمک رو به ما میکنه. خب حالا بیایم یه مقدار در مورد این شیت فرمت صحبت بکنیم که اطلاعات چجوری در این وارد میشه. ما کافیه که در انوتیشن با استفاده از نوت بیایم و اینجا مثلا تایتل رو من یه نوت گذاشتم و تایتل رو مینویسم مثلا object one مثلا یه همچه اسمی داره کار ما. یا مثلا material رو اینجا من میتونم بنویسم و تغییرش بدم و با نوت میتونید این جدول رو پرش بکنید. من از نوت میام بیرون و میپردازم به نقشه‌ای که ما داریم. در مورد تب دروینگ ما متوجه شدیم که ما میتونیم مدل ویو رو از اینجا بیاریم و نقشه های مورد نظر خودمون رو ایجاد کنیم. در پروژکت بیو من اگه این یه دونه رو پاک کنم الان به شما در مورد پروژکت بیو بگم. در مورد پروژکت بیو میتونه از نمای از شکلی که ما داریم نماهای دیگر رو ایجاد کنه. ببینید الان من میتونم نمای بالا و چپ رو دوباره از اون نما ایجاد بکنم، حتی نماهای اوریب ببینید، یعنی بره تو حالت ایزومتری. من دوباره ایجاد میکنم با اتمال از پروژکت ویو. یعنی شما اگه از طریق مدل ویو ایجاد کرده باشی نماهای خودتون رو، دیگه نیاز به پروژکت ویو نخواهید داشت و کارتون انجام میشه. اکسلری ویو هم نماهای فرعی هستش که میتونید در نقشه خودتون ایجاد کنید. مثلا اگه یه خط اوریب داشتم، ببینید الان من اکسلری ویو رو میزنم، مثلا این لبه اینجا رو انتخاب میکنم، ببینید از اون جهت داره به من نما رو میده و تصویر میکنه. مال کاری باش ندارم و حذفش میکنم. سیکشن ویو همون جوری که خوندیم برش رو به ما میده. در مورد برش ما دو حالت داریم، یکی سیکشن که برش ساده و برش شکسته رو میتونیم از این طریق بزنیم و یه برش دیگه داریم، برش نیم برشه که در اصل ببینید داره ربع دایره رو برای ما میخواد برش بزنه و این کار رو میتونه انجام بده. حالا من سیکشن رو یه مثال میزنم براتون. ببینید سیکشن نوعش رو میشه از اینجا انتخاب کرد، عمودی باشه، افقی باشه، اوریب باشه و زاویه دار باشه. مثلا من میگم که میخوام عمودی باشه، میام اینجا و مثلا میگم که این بخش رو برای من برش بزنه. ببینید برش زد و اینجا من میتونم برش بی بی رو داشته باشم. حالا اگه شما خواستیم برش شکسته بزنید، فرض میکنیم که
ما یه حفره ای داشتیم این وسط که شما میخواستیم برش شکسته بزنید. سیکشن وی رو انتخاب میکنید، برش عمودی رو من دوباره انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب میکنم به من یه آپشن میده، میگه که میخوای شکسته انجام بدی یا نه. من اگه این گزینه دو رو انتخاب بکنم میتونم از یه جایی این رو شکسته ایجاد بکنم. وقتی اوکی رو میزنم اون برش رو به من نمایش میده. به من این سیکشن برش دیدی رو پاک میکنم که شما برش سی سی رو راحت تر ببینید. اینطوری من تونستم برش شکسته رو ایجاد بکنم. حالا من این برش رو هم پاک میکنم که نیازی بهش ندارم. برای پاک کردن کافی دکمه دیلیت رو روی کیبورد بزنید تا بتونید اون بخش رو پاک کنید. خب این از سیکشن دیگه. در مورد ریموف روب سیکشن هم که نیم برش رو هم که این روب دایره رو برش میزنه کاری نداره و راحت میتونید از اینجا مدلش رو انتخاب بکنید، جهت و زاویهش رو انتخاب بکنید و اون رو در شکلتون ایجاد کنید. مثلا یه نمونه من اینجا اینجا برش جهتش رو از اینجا انتخاب میکنم، این مدل رو انتخاب میکنم و میام اینجا میتونم برش بزنم و اینجا نمایش بدم. حالا کاری به این هم نداریم و پاکش بدم. اینم از این برش یا هفت سکشن. در مورد ریموف سیکشن به ما اجازه میده که برش گردشی یا برش متوالی بزنیم. وقتی این رو انتخاب میکنم ببینید فاصله بین دو برش رو انتخاب میکنم، میگم از کجا تا کجا میخوام برش بزنم و اون سطح مقطع رو میتونم اینجا ببینید اگر همونجا بذارم باشه که میشه برش گردشی، بیام بیرون و یک جای دیگرش رو هم برش بزنم ببینید تبدیل میشه به برش متوالی همونجوری که خوندی، یعنی به صورت متوالی سطح مقطعاش رو داریم برش میزنیم. حالا اگر رو خودش نمایش میدادم و میومدم این رو جا به جا میکردم میداشتم روی خودش میشد برش گردشی همونجوری که خوندی. بعد در مورد دیتیل ویو در اصل میاد و جزئیاتی رو برای ما نمایش میده. مثلا من میام و میخوام اینجا مثلا اینجا رو یه مقدار بهتر نمایش بدم، دایره میکشم بهتر با هم میکشیدم، یه بار دیگه دیتیل ویو میاد جزئیات کار رو به ما نمایش میده. اینجا یه دایره میکشم میام و بیرون کار ببینید حتی این هم خوب نشد و دیگه بگیم کنیم چرا یک کار دیگه دیتیل ویو رو میزنم دایره اینجا میکشم اینجا رو برای من
بزرگتر و بهتر نشون میده. به میگن دیتیل ویو یا نمای جزئی با جزئیات، و اینجوری میتونم رد بشم. اینجا جی نوشته، دیتیل جی هم اینجا اومده توضیح داده که اسکیل 2 به 5 اومده نمایی بشه. از اینجا میشه اسکیلش رو تغییر بده. 4 میلیون. ببینید چقدر بزرگ داره نمایش میده. همون 2 به 5 رو انتخاب میکنه. خب بعد از دیتیل ویو چیزی داریم به اسم ریلیتیو ویو و استاندارد ویو که نماهای اصلی رو برای ما ایجاد میکنن، کاری بهشون نداریم. میرسیم به بریک اوت. در بریک اوت میاد و بخشی از جسم رو برش موضعی میزنه. مثلا من میام میگم که این بخش رو برای من برش بدن. وقتی خط رو انتخاب میکنید میگه در چه جهتی میخوای این برش رو انجام بدی. میگم در عمق این دایره، نمایشم به من بده، پریویو بده، مقدارشم 10 تا انتخاب میکنم. ببینید اومد و 10 میلیمتر برای من در راستای عمق این بیسمون برش زد. اگر بیشتر رفته بودم به حفره هم رسیده بودم، ولی خب 10 تا بیشتر نرفت. بعد از اون میرسیم به بریک ویو. بریک ویو گفته بودیم توی جلسات اول که با خط زیگزاگ میتونید طولهای زیاد رو کاهش بدیم. خب ببینید من الان میام در این نما میگم که به حالت افقی بیا و طول استوانه من رو کاهش بده. خب مثلا من اگر بیام و این خط زیگزاگ رو به اینجا انتقال بدم، ببینید خط رو کوچکتر هم، قطعمون رو کوچکتر هم میکنه و میگه که اینجا در اصل یه طول بزرگی داشتیم که با خط زیگزاگ به خاطر فضای محدود کاغذمون اومدیم گفتیم که اینجا مثل همه، فقط طولش مقدار بلندتره. من اومدم این رو شکسته رسمش کردم. پس با بریک میتونید این کار رو انجام بدین. اگه میخواید بریک رو حذف بکنید کافی کلیک بکنید، کلیک راست آن بریک ویو رو بزنید و خط زیگزاگ رو با زدن دیلیت دوباره پاکش بکنید. در مورد کراپ ویو ما در اصل میایم و بخشی از جسم رو برش میدیم، ببخشید کراپ میکنیم، حالا با برش فرق میکنه. من اول میام تو بخش اسکیچ یک شکلی رو میکشم، مثلا یه مستطیلی رو میکشم بدین صورت، بعد برمیگردم تو دروینگ کراپ رو میزنم و اون بخش رو برای من کراپ میکنه، چون فقط به اون بخش نیاز دارم. اگه میخواید دوباره میاید تو کراپ ویو ریموو کراپ رو میزنید تا این رو برای شما از کنه. دوباره من خودی که انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم.
خب این منوی یا تب دروینگ بود که بهش پرداخت. تب بعدی انوتیشن هست. انوتیشن به اضافه کردن علائم به اندازه ها میپردازه و میتونیم از اون طریق نقشمون رو خواناتر و درستتر تحویل بدیم. خب در مورد اسمارت دایمنشن باید بگم که وقتی ما اندازه ها رو در قطعه و مونتاژمون وارد کردیم، اینها به صورت اتوماتیک دیگه در فضای دروینگ قابل دسترس هستن. مثلا من اینجا کافیه روی این دایره کلیک کنم و قطرش رو اینجا مشخص کنم، یا مثلا روی این دایره داخلی کلیک کنم و اینگونه قطرش رو کلیک کنم و اینجا برای من مشخص میشه. حالا در مواردی ما میخوایم به صورت اوتوماتیک این کار انجام بشه، کافیه بیایم مدل آیتمز رو کلیک کنم و این رو کلیک کنم، این رو هم کلیک کنم و این رو هم کلیک کنم و حالا دکمه اوکی رو بزنم، به من میگه که میخوای اندازه هاش رو وارد کنی، میگم آره. ببینید به صورت اوتوماتیک برای من اندازه ها رو از قطعه و مونتاژی که داشت وارد کرد. پس این هم از اندازه گذاری اوتوماتیک. در مورد اندازه باید بگم که یه چیزی داریم به اسم رپید دایمنشنینگ که اگر این فعال باشه ما میتونیم به صورت سریعتر یا به عبارتی رپید اندازه گذاری رو جایگذاری بکنیم. به چه صورت؟ مثلا من میام این دایره رو کلیک میکنم، ببینید وقتی که کلیک کردم 4 تا گزینه اومد برام، یه دایره اومد که 4 تا گزینه داره، هر کدوم که نارنجی بشه به اون سمت اندازه گذاری حرکت میکنه. مثلا من اینو کلیک میکنم، یا مثلا این دایره رو که کلیک میکنم ببینید اینجا دوباره اندازه گذاری برای من جهتش مشخص میشه و به این طریق شما میتونید سریعتر اندازه گذاری رو جایگذاری بکنید. وقتی که اندازه گذاری رو انجام دادین، وقتی رویش کلیک میکنید یه چیزی اینجا منوی براتون باز میشه که اگر یک دکمه براتون نمایان میشه که اگر روش کلیک کنید یا هاور کنید منوی براتون باز میشه که از اینجا شما میتونید مثلا تلورانس بدین، اندازه رو جاشو مشخص بکنید و ویژگی های دیگر رو به اندازتون، مثلا اینجا گفته پرانتز اضافه کنم، حالا کلیک میکنم ببینید پرانتز اضافه شد به اندازم، یعنی اندازه اضافی هستش به چیزهایی که خونده بودید. خب مثلا من میام اینجا یه دونه دیگه اندازم این بالا اضافه میکنم، البته لازم نیست چون از نمای بالا داریمش، ولی من میخوام این چیزی رو بهتون بگم. اگر رو اندازه ها کلیک بکنید، دوباره اون منوه باز میشه براتون، فقط این دفعه مثلا میگه که من جایگذاری رو به چه شکلی برات انجام بدم. ببینید من که روش کلیک میکنم جایگذاری رو به صورت متفاوت‌تر و تمیزتری برای من ایجاد، مخصوصا اگر اندازه ها زیاد باشه این کاربرد زیادی داره. اندازه ها
قابل ویرایش هم هستن. ببینید وقتی که من از کلیک کردن سمت چپ پراپرتیزش مثل همیشه باز شد، میتونم نوع اون خط مورد نظر رو انتخاب بکنم، نوع فلشش رو انتخاب بکنم و حتی بهش بگم که اگر خطی اومد خط ما رو قطع کرد چه اتفاقی بیفته. مثلا اینجا ببینید در مورد این اندازه این خط ها اومدن همدیگر رو قطع کردن خطوط اندازه. میتونم بگم این خط رو انتخاب بکنم، از منوی لیدرش بیام برکلاین رو انتخاب بکنم. این گونه ببینید خط ما خط شکسته دیگه نیست، خطمون پیوسته نیست، ببخشید شکسته است و اینها همدیگر رو قطع نکردن. اینجوری کار ما قشنگتر و تمیزتر خواهد بود و درستتر هم خواهد. خب بریم دوباره ادامه منوی انوتیشن یا تب انوتیشن رو ببینیم چی ها داره. گزینه بعدی بالون هست یا بالون، که بالون دارد ببخشید. این بالون میاد و میتونید شماره گذاری بکنید، اطلاعات اضافه رو به ترسیمتون اضافه کنید. مثلا اینجا در نمای ایزومتری که مونتاژمون من بالون رو میزنم و میام دونه دونه روی قطعه هامون کلیک میکنم. ببینید میاد و شماره گذاری میکنه، این قطعه شماره 2 و این قطعه شماره 1 خواهد بود و اوکی رو میزنم. بدین گونه شما تونستید نامگذاری بکنید و شماره به هر قطعه بدین تا وقتی که جدول بیل آف متریال رو ایجاد میکنید این شماره ها به دردتون بخوره. ولی به جز این که من میتونم به صورت دستی و خود از طریق خودم این کار رو انجام بدم، این رو پاک میکنم، چیز داریم به اسم اوتو بالون که میاد و به صورت اوتوماتیک شماره گذاری رو برای من انجام میده. ببینید دوباره اومد و خودش اوتوماتیک این کار رو برای من انجام داد. اینکه قطعه یکمون هست و این هم قطعه دومون. این اوتوماتیک برای من اتوبالون این کار رو بالون این کار رو برای ما انجام میده. هر کدوم از بالون ها هم که انتخاب بکنید میتونید اینجا بگید که اصلا دایروی باشه، مثلثی باشه، به چه شکلی باشه، دو تا کاراکتر جا داشته باشه یا کاراکترهای بیشتر و کوانتیتی رو هم آیا اضافه بکنه برامون یا نه. مثلا بگه چند تا از اون قطعه در شکل وجود داره. ببین من اینم انتخاب بکنم میگه که احتمالاً 6 تا در جسم وجود داره. ببینید من انتخابش میکنم، کوانتیتی رو میزنم، بله 6 تا از این وجود داره، 5 تا دورش و یکی در مرکز و از این طریق میتونید ویژگی هاش رو عوض کنید. مثلا بالون تکست ببینید میتونم بگم که کوانتیتی باشه به جای آیتم نامبر یا هر چیز دیگه که دلمون میخواد. من آیتم نامبر رو انتخاب میکنم و اینجوری تونستیم آیتم نامبر هر کدوم رو به خودش اختصاص بدیم. بعد از بالون و اوتو بالون میرسیم به مگنتیک لاین که در اصل یه
یه خط فرضی هستش که ما میکشیم که برای همین کار اندازه دهی به ما کمک میکنه. من این خط رو کشیدم، اوکی رو میزنم. ببینید من بالون ها رو تکون بدم یا روی خط مگنتیک خودش اتوماتیک مثل آهنربا میاد. ببینید خودش رو جایگذاری میکنه و قابل استفاده هست. حتما فکر کنم الان بتونم اینجا جایگذاری کنم. بعد این گونه میتونید مگنتیک لاین رو هم استفاده کنید. گزینه های بعدی مثل سرفس فینیش، زبری سطح که علائمش رو یاد دادیم، شما میتونید دوباره بیاید و روی هر سطحی این کار رو انجام بدین، اطلاعاتش رو وارد بکنید تا زبری سطح رو برای هر سطحی مشخص بکنید اگر لازمه. ویلد سیمبل علامت جوش هستش که دوباره اطلاعاتش رو اینجا وارد میکنید و میتونید در بخش مورد نظرتون این علامت رو ایجاد بکنید. هول کال اوت مشخصات حفره رو نمایش میده. مثلا اینجا من یه حفره دارم روش کلیک میکنم. ببینید اینجا اومد و حفره من رو مشخص کرد. مثلا در این نما ببینید اینجا حفره رو. اگر حفرتون خاص باشه، حفره هایی باشه که دارای شکل استوانه‌ای یا خزینه‌ای باشه، این اون کار رو براتون مستقیم انجام میده و اطلاعات رو کامل وارد میکنه. ولی چون حفره ما اینجا چیز خاصی نیست، حفره رو به این صورت میاد و نمایش میده که ما حالا بالا داریم اینو من پاک میکنم. بعد از اون میرسیم به جیومتریک تالرنس که تالرنس هندسی هستش. اگه خاطرتون باشه برای تالرنس هندسی یه چیزی داشتیم به اسم دتن که میومدیم و مرجع رو مشخص میکردیم. از این طریق هم میتونید بیاید و مرجع رو اینگونه مثلا مرجع تالرنس هندسی مون رو برای این طریق انجام بدیم و ایجاد بکنیم. حالا ما لازم نداریم و میگم تکش تالرنس هندسی و داتمش. بعد از اون میرسیم به سنتر مارک. سنتر مارک میاد و مرکزها رو برای ما مشخص میکنه. مثلا اینجا من یه مرکز دارم، دایره‌ای دارم که مرکزش رو مشخص نکرده. کافیه دایره رو انتخاب کنم و سنتر مارک رو بزنم. ببینید علامت سنتر مارک رو برای من مشخص کرد. این دایره اینجا خود سنتر مارک رو برای ما کشیده بود، دیگه لازم بهش نیست. سنتر مارک رو کشیده بود و دیگه لازم بهش نیست. سنتر لاین خطوط متقارن رو مثلا میشه از این طریق ایجاد کرد. مثلا اینجا یه لوله داریم که این میخوایم بگیم که اینجا یه سنتر لاین وجود داره. یا مثلا اینجا استوانه ایه، میخوام بگم که این یک استوانه است و حالت تقارن داره. اینجا من یک سنتر لاین براش کشیدم. کافی دو طرف شکل رو، دو طرف خط موازی که میخواید رو انتخاب بکنید تا اون سنتر لاین براتون کشیده بشه. ایریا هچ فیل هم میاد مقطع‌ها و جاهایی رو که می‌خواید رو براتون هاشور می‌زنه. به دلایلی شما لازم دارید که یه مقطعی رو هاشور بزنید، میاد و براتون هاشور می‌زنه. مثلا من می‌خوام این مقطع این رو الان هاشور بزنم. ببینید روش کلیک کردم، می‌تونید نوعش و میزانش رو انتخاب کنید و اوکی رو بزنید. اینجا برای من هاشور رو نداشت. اگه می‌خواید دوباره می‌تونید پاکش کنید و کاری بهش ندارید. من این رو هم پاک میکنم چون خریدش ندارم. این هم از منوی انوتیشن. یه چیزی که فکر کنم خاطرم فراموش شد که بگم،
این هستش که شما برای گزینه سیکشن ویو میتونید یه رسمی رو انجام بدید. ببینید با لاین من میام یه خطی رو میکشم، خط متفاوتی رو میکشم و میام تو بخش سیکشن ویو میگم از این خط من سیکشن میکنم. حالا خط رو انتخاب میکنم و میام سیکشن ویو رو کلیک میکنم. ببینید میاد و سیکشن ویو HH رو برای من نمایش میده. این برای مواقعیه که میخواید نمای برشی خاصی رو داشته باشین که با ابزارهای خودش به کارتون نمیاد و میاد با استفاده از خط یه مقطعی رو ایجاد میکنید و بهش میگید که اون مقطع رو براتون برش بده. بعد از اینکه شماره گذاری کردیم و اطلاعات رو وارد کردیم، شاید لازم باشه که بیایم و یک جدولی رو ترتیب بدیم. مثلا من جدول بیل آف متریال رو میخوام ایجاد بکنم. روی این کلیک میکنم و اوکی رو میزنم. ببینید اینجا یک جدولی برای من آماده کرد. حالا من اینجا میذارم باشه ببینید. که اومد آیتم نامبر رو نوشت، پارت نامبر رو نوشت، دیسکریپشن حالا خودمون میتونیم اضافه بکنیم اگه بخوایم. حالا گفتم من این ارتباط رو حذف بکنم یا نوشته تو رو وارد کنم. گفتم ارتباط رو نگه دار فعلا. کوانتیتی و تعداد رو هم اینجا برای ما نوشته و حتی میشه چیکار کرد؟ از اینجا کلیک راست کرد، اینزرت کالم رایت بکنیم و اینجا بگیم که مثلا چه چیزی رو من میخوام، کامپوننت رفرنس رو مثلا من میخوام اینجا و برای من مرجع قطعه رو هم مشخص کنم که ما چیزی نداریم چیزی نمایش نمیده. پس گاهی لازمه که تیبل آف متریال یا بیل آف متریال رو ما وارد نقشمون بکنیم. جدول های دیگه هم موجوده مثل هول تیبل که میتونید تمام حفره های جسمتون رو از طریق این جدول مشخص بکنید. مثلا بگید 6 تا حفره دارم که جزئیات اون حفره ها هم برای شما در جدول نمایش داده بشه. البته باید من تمام صفحه رو انتخاب می‌کردم. بذار یه بار دیگه انتخاب کنم. دیدم تیبل، هول تیبل، مرکز کار رو انتخاب کنم که از کجا این کار انجام بشه. چون این سطح کنارش رو انتخاب نکردم حفره رو به من نداد، حفره های 5 تا حفره کناری رو به من نداد، ولی در صورت شما میتونید انتخاب بکنید و حفره ها رو برای خودتون توی نقشتون داشته باشید. بعد از اینکه نقشتون رو ایجاد کردید شاید بخواید بعضی از نماها رو بچرخونید. دو نوع چرخش داریم در فضای نقشه. یک نقشه روتیت ویو هست یا وقتی گزینه روتیت ویو هست که وقتی اون رو میزنید میتونید گزینه مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و اون رو مثلا 30 درجه بچرخونید. اگر این کار رو بکنید
اون نما میچرخه و گاهن اگر مثلا من نمای برگردونم به حالت اولش، برگردونم به حالت اولش و نمای روبرو رو میوتیت بکنم، گاهن میاد و میگه نماهای دیگه باهاش باید جابجا بشه. ببینید الان گفتش من این 30 درجه چرخوندم، نماهای دیگه باهاش جابجا شد، برش میگردونم. یه گزینه دیگه هم داریم به جز روتیت ویو به اسم 3D Drawing View. از این طریق شما میتونید قطعتون رو ببرید در فضای، ببینید در فضایی بچرخونید، انگار دارید قطعه رو میچرخونید. مثلا این نما رو من الان میزنم این رو برای خودم میچرخونم. ببینید در مواردی میخواید نقشه رو بچرخونید از استفاده بکنید و البته اینهای دیگه هم باهاش چرخید. خب خیلی ممنون از توجهتون، امیدوارم که جلسه مفیدی بوده باشه. خدا نگهدار.